شهر درعا در سوریه، حدود 20,000 نفر در مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضهای خیابانی شرکت کردند. مراسمی که خود تبدیل به تظاهرات ضد دولتی دیگری شد. ادامه این اعتراضها سرانجام دولت را مجبور به عقب نشینی کرد. دولت بشار اسد قول داد که اعطای آزادی‌های بیشتر به مردم را بررسی خواهد کرد. مشاور رئیس جمهوری سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: ما لغو وضعیت فوق‌العاده را به زودی بررسی می‌کنیم و قوانین را برای محافظت از غیر نظامیان وضع خواهیم کرد. شهر مرزی درعا در جنوب سوریه مرکز اعتراض هاست و هزاران نفر ساعتی پس از کنفرانس خبری مشاور بشار اسد در مسجدی در این شهر تجمع کردند. حزب حاکم بعث که حدود نیم قرن بر سوریه حاکم است اعتراض ها را با خشونت سرکوب کرده است. خشونت های روز چهارشنبه در شهر درعا دست کم 37 کشته به جا گذاشت. وزیر دفاع آمریکا از ارتش سوریه خواسته که خشونت ها را متوقف کند.